خب ببین شیوه بودجه در آوردن سپاه چجوریه؟ سپاه یه جاسوس میگیره جیسون رضاییان، آمریکا میگه تو رو خدا بدهش، نه پولشو بده، 1,700,000,000 دلار میگیره دولت که این جاسوس رو تحویل میدی. لذا سپاه با یه جاسوس گرفتن اون 1,000,000,000 دلار دیگه دولت میخواد بده به سپاه در میاره. حالا شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی رو وقتی میزنن، دولت 3,000,000,000 دلار فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص از قطر داشته. خدا وکیلو توی این برجام تو تونستی همچین درآمد مثلا در بیاری؟ این 3,000,000,000 اون 1,700,000,000 دلار بابا اینه ولی کن. آقا چی؟ اصلا دیدوزشون که من بلد نیستم بدون ارتباط با قرب اقتصاد رو حل کنم. بابا رایش اینه، میخوایم مشکل تحریم رو حل بشه. هر میده دلیلی هر گشتی میره ماهی یه بار در بیست آمریکای بگیر. بابت هر یه دونش 1,000,000,000 دلار بگیر. هفته 1,000,000,000 هم بگیری میشه سال 50، یک هفته است میشه 50,000,000 دلار. کی تو برجام قرار بدون ماهی؟ 5,000 نفر حدوداً توی تهران جمع کردن تو میدان آزادی، شعار علیه نظام، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه، ما اومدیم براندازی کنیم، ببین ضد انقلاب 5,000 نفری به براندازی کنیم. علم جامعه شناسی میگه تو باید 10% جمعیت رو تو خیابون، تو تهران 10,000,000 5,000 نفر رو تو خیابون با پررویی و وقاحت تمام علیه قانون اساسی، علیه اسلام، علیه قاسم سلیمانی، علیه رهبری شعار میدی. تو فکر کردی شاگرد قاسم سلیمانی اگر پلیس جلوشون رو نگیره میذارن توی بچه